روز چهارشنبه برنامه دکه را در ساعتی به پایان بردیم که رئیس جمهور فرانسه و همسرش بر مزار ناپلئون برای 200 سال روز درگذشتش حاضر شده بودند. ناپلئون در تبعید و در 51 سالگی درگذشت. امروز موفقیت در فرانسه و تمام جوامع آزاد مشروط به آشنایی و درک تاریخ هر کشور است. آقای مکرون در سخنرانیش در انستیتو دو فرانس در بزرگداشت ناپلئون بناپارت گفت او گوشه‌ای از هر یک از ماست. امروز در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت پاریس تظاهراتی در جریان بود که نیم ساعت پیش در زمان پخش این برنامه پایان گرفت. به دلیل مشکلات وقت در دکه روز دوشنبه کوتاه شده و در روز 15 می شنبه آینده در برنامه زیر آسمان پاریس کامل گزارش را خواهید دید. در خبری دیگر، گزارشگران بدون مرز خبر از گروگانگیری یک روزنامه‌نگار 46 ساله فرانسوی می‌داد و کوردلی ربایندگان همین حد که باور ندارند، گفتند در کار یک روزنامه‌نگار اگر آنها جانبدار حقیقت باشند به نفع خودشان است. فردا دقیقاً 3 سال می‌شود که آقای ترامپ اعلام کرد امریکا از برجام بیرون می‌آید. در آخرین نشست سازمان ملل خانم زهرا ارشادی معاون نماینده حکومت در سازمان ملل از زیانهای تحریم امریکا سخن گفت. و اما در ارتباط با مذاکرات در وین، نکته گفته و یا پنهان در این است که امریکا به طور حاشیه‌ای میگوید متن برجام قبلا نوشته شده بوده و امریکا چیز جدیدی اختراع نکرده است. و در کلام سخنگو آنگونه میفهمیم که این تصمیم سیاسی باید از سوی جمهوری اسلامی گرفته شود و نه امریکا. و در کلامی دیگر، گرفتن شهروندان امریکایی در ایران یک بیرحمی است و امریکا تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا آنها به جمع خانوادهشان بازگردند. باید دانست که در واقع گفتگوهای برجام فقط موضوع اتمی نیست. اگر شک و شبهه روی موشک‌ها، روی دخالت‌های منطقه‌ای دور می‌زند، آزادی شهروندان امریکایی هم به یقین در این مذاکرات نهفته است. آخرین خبر از گفتگوهای پنهان این که امریکا به تهران پیغام داده از آنچه که پیشتر به دست آورده بوده اید ذره بیشتر به دست نخواهید آورد. به مناسبت سفر آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا به اوکراین، رادیوی اروپای آزاد از او پرسیده حضور شما در پی اختلافات اخیر با روسیه چه معنایی دارد؟ وزیر خارجه امریکا میگوید همین که عدم وقوع اتفاقاتی پیش بینی نشده از سوی روسیه را شاهد نباشیم. دیروز وزیر خارجه امریکا با همتای اوکراینی خود آقای دیمیتری کولیبا ملاقات کرده بود. جالب است که بدانیم پدر بزرگ آقای بلینکن متولد اوکراین است که در سن 6 سالگی همراه والدینش به امریکا رفت. سایت های اسرائیلی از جمله ای24 میگوید توافق احیای برجام تا پیش از انجام انتخابات ریاست جمهوری در ایران حاصل خواهد شد. این اطمینان او را سایر رسانه ها نگفتند. همین تلویزیون باور دارد که گفتگوهای غیر مستقیم امریکا با حکومت کارسازتر از گفتگوهای در شهر وین بوده است. امنیت اسرائیل رو به زوال است. این جمله را فرمانده سپاه پاسداران آقای حسین سلامی گفته، اما این تهدید را خود تلویزیون اسرائیلی ای24 انتشار می‌دهد. و ما در این هفته آرمین عارفی روزنامه‌نگار ساکن فرانسه برای نشریه لوپوان دو مطلب جالب داشت. ابتدا دلیل مرگ نامعلوم دیپلمات سوئیسی خانمی 51 ساله که احتمال خودکشی او دلیل باورمندانه تری را نسبت به گمان زنی‌های دیگر مطرح می‌کند. و این در حالی که می‌دانیم سوئیس حافظ منافع امریکا در قبال جمهوری اسلامی است. و سپس مقاله خبری تحلیلی در واکنش آقای خامنه‌ای در پی مصاحبه آقای جواد ظریف. حال در پایان این قایق بی سرنشین را ببینید که با تجهیزات علمی و الکترونیکی اقیانوس اطلس را طی خواهد کرد و به امریکا خواهد رفت. وسوسه غرب دور و امریکا قایق‌ها را هم وسوسه کرده است.